سلام، همراه ما هستین در برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. من عطیه نیکنس و همکارم میلاد رسایی منش. قرار ما مثل همیشه بر این است که در برنامه های هفتگی نهاد اکس مسلم به اخبار مهم در حوزه خود ناباوری و اکس مسلم بپردازیم. خب امروز هم اتفاقا انقدر خبرها زیاد بود که مثل هفته های اخیر ما مجبور شدیم که به سختی انتخاب بکنیم که کدوم خبر رو مطرح بکنیم. میلاد سلام به تو، ممنون که با ما هستی. از خبر خودت شروع میکنیم. دوستانی که برنامه رو میبینن امیدوارم شاد و سرحال باشن. من یه خبر مشخص دارم که فکر کنم خبر داغ روز هست، مرتبط هست با اتفاقاتی متاسفانه در شیراز و مشخصا شاه چراغ افتاده. مصاحبتی اگر قبلش موافق باشی یه ویدیو کوتاه از مریم نمازی ببینیم که ساعتی پیش منتشر کرد که اشاره بکنیم به فعالیت اخیر مریم و بعد به خبر من بپردازیم اگر موافق باشی این ویدیو رو با هم ببینیم. میدونم یه صحبتی هم تو گفتیم خیلی رابطه باش بکنی، حالا ببینم نظر چه هست. پرچم جمهوری اسلامی، من اتفاقا این پرچم رو یه پرچمی داشتم که در اعتراضات نمیدونم چرا شیر نشد، اجازه بدی یه بار دیگه من اینو ببینم موفق میشم شیر کنم. پرچم جمهوری اسلامی، من اتفاقا این پرچمی داشتم که در اعتراضات اوریان هم استفاده کرده بودم در لوفر پاریس، که علاش رو برداشت داشتم و به جای چادر خودم رو برداشت داشتم که به نظرم خیلی چیز بهتریه تا این علایی که تو پرچم جمهوری اسلامی ایرانه. به نظرم پرچم به هیچ وجه هیچ پرچمی مقدس نیست و باید بشه زیر سوالش برد، انتقاد کرد ازش، و این جزء مهمی از آزادی بیانه که پرچم مقدس نیست. به خاطر پرچم نباید کسی تهدید بشه، اذیت بشه، آزار بشه. انسان مقدسه ولی پرچم به هیچ وجه مقدس نیست. و خب یه واقعیت اینه که آقای شهرام همایون مثل این که تهدید کرده بودن خانم گلشیفته فراهانی رو، گفته بودن که بعد کاری کرد بهش که به جمهوری اسلامی میکنیم، به خاطر اینکه ایشون گفته بودن که این شیر خورشید رو نمیخوان. واقعیتش اینه که خیلی ها نمیخوان. منم یکی از اون افرادی که نه علاش رو میخوام نه شیر خورشیدش رو میخوام، و اتفاقا فکر میکنم سفید بمونه یا اینکه بهترین چی زن زندگی آزادی رو بذاریم اون وسط، چون اون دیگه شده شعار و فرهنگ مردم ما، نه قوانین شریعه نه اسلام، به معنی فرهنگ اجتماعی، بلکه زن زندگی آزادی. این شیر خورشیدم شاید برای بعضی ها مثل آقای همایون مقدس باشه، ولی آقای همایون باید یاد بگیرن که برای همه ما مقدس نیست، برای خیلی همون مقدس نیست. پرچمه هیچ چیزی قرار نیست تابو باشه، قرار نیست این تابو اسلام رو الان با این شیر خورشیده چیز تبدیل بشه به یه تابوی دیگه که افراد به خاطر این شیر خورشید و به خاطر این الله تهدید بشن و اذیت و آزار بشن. یاد بگیریم که این جزوی از آزادی بیان آدم هاست. پرچم مقدس نیست، میشه سوزوندش، میشه پارش کرد، میشه با قیچیش کرد، هیچ اشکالی نداره. یاد بگیریم تحمل کنیم، نقد و تحمل کنیم، براتون خوبه، یه تمرین خوبیه براتون که توی ایران و همه جای دنیا افراد متفاوتی هستن با عقیده متفاوت، و قرار نیست لومپنای هر لومپنای اسلامی، لومپنای هر گروه دیگه، مجاهدی مثلا مطلبایی که بعضیشون مثل مجاهد رفتار میکنن، قرار نیست اونا تعیین تکلیف کنن که آزادی بیان بقیه ما چه خواهد بود.
ولی خب اگر قراره یه مثلا یه چیز بهتری باشه تو این پرچم ما، 100% من فکر کنم که خیلی عالی میشه که ما، من به این پرچم رای میدم که زن زندگی آزادی این وسطش باشه، که تو واقعا خیلی چیز قشنگی میشه حالا اگر بخورده این لوگو رو کوچیک‌تر کنیم. من اگر قرار رای بگیریم، من فکر کنم این بهترین پرچمه. حالا لطفاً تهدید نکنیم به خاطر یه پرچم. خب ممنون میلاد از ویدیویی که منتشر کردی و از در واقع ممنون از مریم نمازی. خیلی صحبت مهم و جالبی مریم کرد، در این سادگی بیانی که داشت صحبت بسیار مهمی بود. خب واقعیت اینه که ما الان انقلابی که داره رخ میده تو ایران، دلیل اصلیش آزادی نداشتنه، دلیل اصلیش آزادی بیان نداشتنه. یعنی هر آدمی میاد عقیدش رو بیان میکنه، نظرش رو بیان میکنه، به هر مدلی که اون نظر رو شما بیان بکنی با وحشیانه ترین حالت مواجه میشی و برخورد باهات میشه. و الان دقیقا این انقلابی که داره تو ایران رخ میده دلش آزادی بیان نداشتنه دیگه. یعنی مردم دارن برای آزادی بیانشون الان میجنگن. و حالا من فکر میکنم که درسته که ما الان همه انسانهایی که آزادی خواه هستن، حالا اصلا چه ایرانی هستن چه فارسی زبان باشن یا نباشن، چه ایرانی باشن چه نباشن، میخوان که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. واقعیت اینه که الان همه دست به دست هم دادن که این جمهوری اسلامی بیفته، ولی این دلیلش این نیست که ما با هم دیگه هم در تمام موارد یکسان فکر میکنیم. و اگر واقعا نتونیم این تفاوت‌ها رو درک بکنیم و این تفاوت‌ها رو ببینیم و به خاطر این تفاوت داشتن به هم دیگه حمله بکنیم و بخوایم به همدیگه رو تهدید بکنیم، آزار برسونیم همدیگه رو، فحاشی بکنیم یا هر کار دیگه ای، من فکر میکنم که خب دوباره همون داستان تکرار میشه. یعنی این مهمه که ما این آزادی بیان رو به رسمیت بشناسیم و متوجه بشیم که درسته که ما الان هممون سر اینکه جمهوری اسلامی باید بره، سر اینکه جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، با همدیگه متحد شدیم، با همدیگه هم نظر هستیم، ولی دلیلش نیست که تو همه چی با همدیگه هم نظریم. و اگر یکی دیگه یه طور دیگه فکر میکنه، ما حق نداریم تهدیدش بکنیم، ما نمیتونیم این حق رو ازش بگیریم و بگیم که تو چرا میخوای اعتراض بکنی، اعتراض اوریان میکنی، تو چرا میخوای اعتراض بکنی عمامه یا آخوند رو میندازی، تو چرا میخوای بری اعتراض بکنی و اکسیونی برگزار بکنی، چرا برجام شیر و خورشید رو با خودت نمیبری. و از نظر من این مهمه که به تفاوت‌های همدیگه احترام بذاریم و اینها رو ببینیم. میلاد ممنون میشم که در مورد خبر خودت صحبت بکنی. آره منم یه جمله بگم. اولا اون شمشیر رو میگن که گویی شمشیر ائمه اطهاره، دوم من شیر نر شمشیر به دست من چطور میشه بگه انگار به زنانه که المانهای ضد دین داره مرتبط بشه. حالا بحث پرچم بحث مفصل، ولی آفرین به مریم، به نظرم جا داشت که یک اشاره بکنیم به فعالیت اخیر مریم. اتفاقی که افتاده دیشب در حقیقت این هستش که به شاه چراغ در شیراز حمله شده. گفته میشه که داعش گویا این کار کرده، که خب حالا خیلی از کسایی که در فضای سیاسی ایران فعالیت میکنن روایت های دیگه ای رو مطرح میکنن و برسات این گمان زنی وجود داره که این کار خود جمهوری اسلامی هست، برای اینکه در این مقطع زمانی وضعیت انسانی رو در ایران به هم بریزه. اولا که اوباششون و عرازلش در میدیا، حالا چه تلویزیون جمهوری اسلامی چه در سطح سوشال میدیا کلاب هاوس و غیره، دهن گشادشون رو بتونن باز کنن و بگن برسات اگر جمهوری اسلامی بره امنیت نیست، دیدید ما گفتیم داعش میاد و غیره. و از اون طرف هم ما میدونیم که این حکومت های اسلامی مثل همین جمهوری اسلامی و بشار اسد و غیره، اینا برای اینکه برسات بتونن دوام و قوام داشته باشن، وقتی که مردم انقلاب میکنن و بوی به قول من الرحمن این حکومت ها بلند میشه، وضعیت انسانی رو تو اون کشورها به هم میریزن. یعنی مثلا ما میدونیم که بشار به مراکز توزیع غذا حمله میکرد، به بیمارستان ها، به مهد کودک و مدارس حمله میکرد، بمب خوشی یا بمب شیمیایی مینداخت. جمهوری اسلامی هم پدر بشار اسد هست، پدر داعش هست، برای همین من بعید میدونم که این کار داعش بشه. حتی اگر کار داعش هم باشه، نشون دهنده اینه که داعش پس ساخت و پرداخته خودتونه و از شما نخ میگیره و الان اومده که به شما کمک بکنه که نیفتید. در حقیقت اسلام سیاسی
به طور کل واکنشی هست به انقلابای چپ و آوانگاردی که مردم علیه مذهب، علیه ناسیونالیسم، علیه هر گونه ارتجاعی در حقیقت دارن. الان این همین فؤاد ایزدی یکی از کثیف‌ترین، همین کسی که این تصویر چونید، یکی از لومپن‌ترین و کثیف‌ترین اسلامیستایی هست که تئوری جمهوری اسلامی رو دائم تو دائم تو رسانه‌هاشون تئوریزه می‌کنه. الان داره با الجزیره مصاحبه میکنه تو این ویدیویی که ما داریم پخش میکنیم. خب اینا به صورت میگفتم خوراک پیدا میکنن که در بعد تئوریک به مردم بگن که اگر ما بریم ایران سوریه ای میشه و داعش حمله میکنه. این رو هم بهتون بگم دوستان، صحبتم رو تمام بکنم چون خیلی موضوع داریم و وقتمون هم کم هست. ببینید اینا شاه چراغ و انتخاب کردن که به نظر میاد مکان مذهبی هست و میخواد مردم رو از این بترسونن که جنگ مذهبی رو میفته، یعنی اسم سنی شیعه رو میکشه، شیعه سنی رو میکشه و مملکت میره رو هوا. مذهب کثیف، مذهب عامل درد و رنج و گرفتاری و بدبخت و بدبختی و عقب موندگی بشر هست در همین سال 2022 که ما صحبت میکنیم. اونتا این انقلابی که الان داره اتفاق میفته به اعتبار زنانه بودنش، به اعتبار اینکه مدرنیسم میخواد المانهای غلیظ ضد مذهب داره و به همین طور اتفاقا برای مقابله با جنگ ارتجاعی شیعه و سنی و داعش و جمهوری اسلامی و غیره باید انقلاب کرد و باید یک بار برای همیشه جنبش کثیف اسلام سیاسی رو به زباله‌دان تاریخ سپرد. من صحبتم تمامه. ممنون میلاد از خبری که پوشش دادی و بسیار دردناکه که در این شرایطی که مردم الان هستن یک همچین اتفاقاتی هم میفته که دقیقا من هم فکر میکنم که عامل اصلیش خود جمهوری اسلامیه و اولین بار نیست که یک همچین اتفاقاتی میفته و مردم اصلا مسلح نیستن، مردم با دست خالی دارن مبارزه میکنن. ضمن اینکه حالا اگر به قول خود جمهوری اسلامی داعش هم باشه که بازم شما باید کلاتو بذاری بالاتر که یه همچین اجازه دادی و یک همچین شرایطی ایجاد کردی که داعش حالا اومده داره به تو کمک میکنه. برای همین بسیار غیر انسانیه و خوشحالم که یک همچین انقلابی رو مردم دارن پیش میبرن و به غایت این انقلاب ضد مذهب و در دنیای بهتری که خواهیم ساخت مذهب در قدرت نخواهد بود. خب من با توجه به وقت کمی که دارم میخوام یه نگاهی بندازیم به فعالیت اخیر مینا احدی که خب مثل همیشه انقدر زیاد بوده که من فقط میتونم که پررنگ ترین هاش رو بگم. خب دیروز ته اخباری که مینا احدی در فیسبوکش منتشر کرد اینکه سلیمان موسوی فر معاون مفتح از مرکز تروریسم اسلامی هامبورگ اخراج شد، یعنی اینکه از آلمان اخراج شد و در دادگاه تجدید نظری که اون درخواست تجدید نظر به حکمش داده بود رأی رو نیاورد و در اون دادگاه باخت و دولت آلمان به اون یعنی اون قاضی در اون دادگاه حکم داد که فوراً باید آلمان رو ترک بکنه و نمیتونه در 20 سال آینده به آلمان بیاد. و خب الان در شرایطی که با تو ایران هست وقتی برگرده ایران هم همچین امنیت درست حسابی نداره، با توجه به اینکه الان داریم میبینیم که مردم دارن چجور شرایط و محیط رو ناامن میکنن برای همین مزدورای جمهوری اسلامی، برای همین آخوندها. و خب این بسیار مهمه که یک همچین مزدورایی دونه دونه اجازه نداشته باشن که تو اروپا فعالیت بکنن، مخصوصا در یک همچین مراکز تروریست پروری فعالیت بکنن، مثل مسجد آبی، مثل همین مرکز اسلامی هامبورگ و خیلی از مراکز دیگه که کم به یمن مماشات دول اروپایی در اروپا کم هم نیست این مراکز. برای همین بسیار خبر خوبی بود و باید یک دستمریزاد و زنده باد بگیم به مینا احدی و تمام کسانی که در تمام این سالها پیگیرانه، مصرانه و جسورانه تلاش کردند که یک همچین مزدورهایی، یک همچین افراد تروریستی از این کشور اخراج بشن و حکم اخراج بگیرن. خب یکی این خبر بود که من میخواستم در موردش صحبت کنم از فعالیت‌های مینا احدی و یکی این که امروز یک جمله فقط بگم عطیه در این را خیلی کوتاه خیلی سریع. ببینید با توجه به اینکه یک بحث مهمی که هستش که در پروسه انقلاب به خصوص اپوزیسیون خارج از کشور باید بره پای اینکه دیپلمات‌ها، دیپلمات تروریست ها، اعوان و انصار جمهوری اسلامی، آخوندهای مفخوری که برای خودشون چرخ میزنن تو غرب، اینا رو اخراج بکنه از اروپا و آمریکای شمالی. و خب این شاید پس به انقلاب جینا، انقلاب زن زندگی آزادی که شروع شده این 40 روز گذشته، اولین مقام برجسته هست که رسما داره اخراج میشه و این به نظرم گام مهم و حائز اهمیتیه.
ممنون میلاد. خب امروز هم قبطه این که قبلا اطلاع رسانی کرده بود اکس مسلم آلمان که امروز دادگاه دومی هست که برای عباس محمد بود، یکی از اعضای اکس مسلم آلمان در آلمان تشکیل شده بود، که همونطور که همتون میدونین این دادگاه برای این تشکیل شده بود که در آکسیون هایی که عباس محمد گذاشته بود در آلمان، محمد یعنی پیامبر مسلمون ها رو پدوفیل خونده بود و اون رو جنایتکار خونده بود و اینا گفته بودن، یک سری اسلامیست اومده بودن شکایت کرده بودن ازش و گفته بودن که اون حق نداره این کار رو بکنه، حق نداره فحش بده به پیامبر ما و این جرم محسوب میشه و طی قانونی که در آلمان داریم این جرم انگاری میشه و اون مجرم شناخته میشه، علاوه بر این که حالا مثلا جزای نقدی داره و حالا احتمالاً یک قوانین دیگه هم باید براش اعمال میشد. ولی خب امروز در دادگاه دومی که برای اون در اشتوتگارت برپا شد، رأی رو به نفع عباس محمدپور دادن و مجرم شناخته نمیشه به این منظور که پیامبر فحشی به پیامبر مسلمونا بده، به محمد بده. و اینکه همونطور که حالا مینا هدی در صفحش نوشته، اینکه پاراگراف 166 همچنان پابرجاست، اما خب دیگه نمیتونه دولت آلمان با این اتفاقایی که افتاده و با این حمایتایی که شده، با این آکسیونایی که مینا هدی برگزار کرده و اطلاع رسانی که در رسانه های آلمان انجام داده، دیگه نمیتونه خیلی مانور زیادی روی این پاراگراف بده و دیگه نمیتونه جرم انگاری بکنه با توجه به این پاراگراف. و ضمن این که خب همونطور که ما مینا هدی رو میشناسیم، مینا هدی دستبردار نخواهد بود و تا اینکه این پاراگراف رو حذف نکنه و یا اینکه یک شرایط خوبی براش به وجود نیاره، حتما پیگیری خواهد کرد. میلاد بگو. پاراگراف 166 در آلمان این رو میگه که توهین به مقدسات مذهبی ممنوع هست. به اعتبار این پاراگراف هستش که سالهاست اسلامیست ها با دهن منتقدین اسلام رو میبندن، بند موق که یک بند بلک متال ضد اسلامی هست بندشون رو تعطیل کردن، دوست ما مگوس اونجا فعالیت میکنه، همچنین عباس محمدپور از اعضای نهاد اکس مسلم در آلمان رو محکوم کرده بودن. امروز خیلی این اتفاق مهمیه و واقعا شاهکاره، رأی دادگاه رو برگردوندن، جای تبریک داره و آفرین به مینا هدی، آفرین به جنبش اکس مسلم. من صحبتم دقیقا میلاد، خیلی خبر مهم و ارزشمندیه و واقعا دست مریضات باید گفت، زنده باد باید گفت به مینا هدی و تمام دستندرکارا و تمام کسایی که در این راه همکاری کردن با مینا هدی و تلاش کردن این رای برگردوندن. و خب دقیقا مهمه، همونطور که مینا هدی در فیسبوک خودش نوشته، این مهمه که ما در هر جایی که فعالیت میکنیم، ما اکس مسلم ها و یا من فکر میکنم هر انسان آزاده، مهمه که از آزادی بیان انسان‌های دیگه دفاع بکنه و در این برای این موضوع مبارزه بکنه، حالا در هر جایی که زندگی میکنه. و واقعا ضمن خسته نباشید، بعد دستمریضات و دستمریضات خوب یعنی گرم و صمیمانه به مینا هدی گفت. ضمن این که خب یک راستش من یه توییتی چند روز پیش دیدم که نازنین افشینجم این توییت رو زده بود و خب یک اشاره ای هم در توییتش برای مینا هدی کرده بود، یعنی که مینا هدی رو منشن کرده بود و اینا. خب من لازم دونستم، راستش امروز نشستم و یک چند سطری در مورد این قضیه مطلب نوشتم، اینکه خب من فکر میکنم که تأثیر گذار بودن، یعنی حالا بعدن لینک توییت نازنین افشینجم رو در نوشته خودم گذاشتم، اما خب فکر میکنم که اگه برن بخوننش متوجه میشن که موضوع از چه قراره. سر تأثیر گذاشتن افراد مؤثر در یک همچین جنبش مردم، در یک همچین انقلاب مردمی و یک همچین انقلاب زنانه‌ای هست که در ایران رخ داده، خب من لازم دونستم که بگم که واقعا به نظر من تأثیر گذار کسی میتونه باشه که بسیار مردمی باشه. اون و حتی قبل از جمهوری اسلامی مینا هدی کسی بوده که همچنان پرچم برابری و آزادی خواهی رو برده بالا و همیشه برای با اسلام سیاسی مبارزه کرده، همیشه برای حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق همجنسگرایان و حقوق آتئیستا مبارزه کرده. مینا هدی کسی بوده که بنیانگذار نهاد اکس مسلم بوده و خب با آغاز این نهاد، با شروع کار این نهاد خیلی متشکر و متعذب تونست
تونسته با اسلام سیاسی بجنگه. و حالا خب خیلی چیزای دیگه که من در این نوشته خودم آوردم و به نظر من تاثیرگذار بودن اینه که یک فردی از جنس مردم با زخمای زیادی که خودش از اسلام سیاسی و خودش از جمهوری اسلامی خورده، سالهاست که مبارزه کرده، هیچ وقت خطش رو عوض نکرده، انسانی بسیار شریف، بسیار مهربان، با ذکاوت و البته همیشه چپ و رادیکال. بسیار عالی بوده. میلاد بفرمایید شما. نازنین افشین جم که دختر انگار میس یونیورس بود یه زمانی، دختر شایسته از کانادا بودش، توییتی زده و گفته که همه لیدرها و همه رهبرها خوبه با هم جمع بشن و از یک از رهبرهای مطرح در پروسه انقلاب ایران از مینا احدی نام برده که به نظر من به درستی این کارو کرده. یه برندی عطیه داره به نام اندر احوالات، یک زن آتئیست که سلسله مقالات و سلسله مطالبی رو در همین رابطه می‌نویسه. این مطالب رو دوستان در کانال تلگرامی ما همجوری که میان اینجا نشون دادم میتونید پیدا بکنید و بخونید. خب این مطلبی هم هست که در رابطه با این توییت نازنین افشینجم و شخص مینا احدی عطیه نوشته، حتما برید این مطلب رو در کانال تلگرامی ما پیدا کنید و بخونیدش. من صحبت کنم. مرسی میلاد، ممنون از توضیحاتت. خب با توجه به وقت و فرصت کمی که داریم، ممنون میشم میلاد در مورد NFT این هفته صحبت بکنی و توضیح بدی. چقدر تونتون این هفته ما تو این برنامه حرف زدیم، نفسم بند اومد. آره NFT رو هم اشاره بکنیم. این NFT به هر صورت این هفته ما هست که تحت عنوان اینکه مولا ماست گت اوت، آخوند باید گم بشه. دوستان دیروز هم ما در کلاب هاوس بحث مفصل و جالبی رو داشتیم که پادکستش هم تهیه شده در رابطه با این جنبش عمامه اندازی. امروز هم یه ویدیوی جدیدی اومد که باز یه نوجوانی عمامه یک آخوندی رو میندازه پایین. یک جنبش هست که سمبولیک به آخوندها اعتراض میکنه، بهشون تعرض فیزیکی نمیکنه، صرفاً به اون عمامه و این لباس آخوندی که نماد فاشیست هاست اعتراض میکنه. جنبش به نظر من بسیار جالب و سمبولیک و نمادین هست که خیلی هم مورد استقبال افراد مترقی به عقیده من در سطح جهان، چه داخل ایران چه خارج از ایران قرار گرفته. NFT این هفته ما هم همونجوری که میبینید تصویری هست از یک زن، این شمایل این پای که این پای زنانه است که به صورت خیلی سمبولیک داره عمامه این اسلامیستای ضد زن رو لگد میکنه که خب مرتبط هست با این جنبشی که امروز در جریان هست. حالا ما سعی میکنیم ویدیوهای بیشتر از عمامه اندازی رو منتشر بکنیم. دوستان NFT ما رو بخرید، آفر بدید، جنبش عمامه اندازی رو چه کف خیابون چه در سطح سوشال میدیا تقویت بکنید و با خرید این NFT به فعالیت های ما هم در نهاد اکس مازلم اسکاندیناوی کمک بکنید. مرسی. ممنون میلاد از توضیحاتی که دادی و NFT زیبایی که منتشر کردی. و اینکه همونطور که میدونین حساب پیپال نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی راه اندازی شده و اطلاعات این حساب رو شما میتونین در وبسایت ما پیدا بکنین و از طریق این حساب اگر که دوست دارین به نهاد اکس مسلم کمک بکنین و قطعا این کمک های شما در جهت هرچه بهتر شدن این جنبش ضد مذهب میتونه کمک بکنه به ما. و اینکه همطور که گفتم اطلاعاتش در وبسایت ما موجوده. خب میگم به قول میلاد انقدر که ما سریع باید صحبت بکنیم وقتمون کوتاست و خبرها زیاده. ممنون که شما همچنان با همین سرعت همراه ما بودین، چه دوستانی که آنلاین برنامه ما رو تماشا کردن، چه دوستانی که ضبط شده برنامه رو از تلویزیون محبوب کانال جدید خواهند دید. دوستان ما رو همراهی بکنین از مدیاهای اجتماعیمون و از راه های ارتباطی ما نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون رو برای ما بفرستید. قطعا برای روبه جلو بودن ما به ما کمک میکنه. مرسی از همه شما. روز شب خوشی رو برای همتون آرزو می‌کنم.